درود، امیدوارم جلدونتون خوب باشه بچه ها. امروز اومدیم کاره دوست دارین انجام بدن. البته منم دوست دارم. خب بهنم دوست داریم که با هم بریم آقا جون یه دونه کوارتر پاندر مکدانالد رو بگیریم، مکدانالد رو بگیریم و هوپر برگر کینگ بذاریم کنار هم مقایسه کنیم با هم بخوریم. من این ویدیو رو درست کرده بودم ولی خب تو اینستاگرام بود و اینکه عمودی بود و اینکه قشنگ راجبش حرف نمیزدم. الان میخوام قشنگ دیتیل دو تا ساندویچو بذارم کنار هم راجبش صحبت کنم که آقا بگم کدوم بهتره، کدوم بدتره، چرا، کدوم خوشمزه تره، چرا، کدوم خوشمزه تر نیست، چرا. دفعه قبل که مقایسه کرده بودم با دو سه سر و گردن برگر کینگ مکدونالد رو بیت کرد و بهتر بود، اما این بده، اما اون که من مقایسه کرده بودم ساندویچ هوپر بود با بیگ مک. خیلی گفته بودن که باید این دوتا رو با هم مقایسه کنن چون تو تحقیقات خودشون هم دوتا رو با هم مقایسه میکنن، ولی همه گفته بودن که چرا این دوتا رو با هم مقایسه کردی؟ این میونه که موتور رو ماشین رو با هم مقایسه کنی. نمیدونم چه ربطی داشت نگفتن، ولی ما این دفعه میخوایم بریم هوپرش که خیلی با کارت پاندر شبیه همه و گوشتاشون هم یه مقدار پرمیوم تره، اون دوتا رو با هم مقایسه کنیم. برو بریم. پریروز یه بارون ریز زد، دو تا آفتاب زد امروز و دیروز، اینجا داره سبز میشه کم کم، تقریبا داریم به عید نزدیک میشیم، 4-5 روز دیگه عیده. امسال خیلی سال سردی بود توی تکساس، اینا هنوز خشکن، یه دو روز دیگه آفتاب بزنه اینا قشنگ دل سسکی در میان و ما عید سرسبزی خواهیم داشت. بچه تو اون فیلمی هم که بهتون نشون داده بودم اینجا مکدونالد و اون پشت برگر کینگه، یعنی قشنگ اومدن روبروی هم. از لحاظ شعبه ای خب مکدونالد بیشتر شعبه داره، بیشتر اونم شفرون معروفه و استار ساکس، اونم موتل سیکس. آخ کپی رایت نخوریم. از لحاظ شعبه ای خب مکدونالد بیشتر شعبه داره از برگر کینگ و بیشتر فروش داره و خیلی با هم رقابت دارن. دلیلش هم اینه که همینطور اینطوری کنار هم شعبه میزنن و کل کل میکنن و این داستان. این هم منو رو میبینید، دوتا $5، بیگ فیش، بیگ کینگ، نمیدونم کارتر پاندر کینگ، یه چیز چیکن. ای هنوز رو صبحونه هست؟ هنه نیست، خدا رو شکر. اوکی شماره یک رو میخواییم با قیمت. Hi, are you gonna get number one, the Hooper, but just a sandwich, please. The Hooper, yes, sandwich? Yeah, the Hooper, just a sandwich. Thank you. بچه ها کل این ویدیو رو که بهتون گفتم هوپر درسته مثل این که در اصل. Congratulations. نمیم چرا هی گفتم هوپر، هوپر درسته. پولو بدیم تحویل بگیریم. این برگری که گرفتیم بچه ها قیمتش هم بده تک شد 6.38. بریم ببینیم مکدونالد داستانش چیه. برو بریم. بنزین هم که دم آقای بایدن و پوتینگ هم $4 گلنی. مرسی. دیدین تو صف برگر کینگ هیچ کی نبود ولی تو صف مکدونالد از این ور که دور زدم 2-3-4-5 تقریبا 7-8 تا ماشین هست. گفتم که فروش مکدونالد هنوز که هنوز هم خیلی بیشتر از برگر کینگ. این ویدیوام تعجب میکنید که حالا باز دوباره بذارم کنار هم ببینیم چه جوریه مقایسش. دفعه قبل که یعنی مثلا سه سر و گردن برگر کینگ بهتر بود از مکدونالد. حالا بریم جلوتر بهتون بگم. دده 4 و 9 تا 7 شد. اینم جعبشه که یه مقدار خوشگلتر پیچیدن از اون جعبه. اون 6.30 شد بچه ها. قیمت تقریبا $2 فرق داره، خیلی زیاده، خیلی زیاده. دوستان اوبردیم اینجا بیرون، هم اگه صدا داریم میشنوین به قول خلصه که میگه صبح پا شدن دیدن دارن چمنمو میزنن. البته خب مال خونه خودشون میگه، ما مال آپارتمان محبت است. خب شروع میکنیم تک تک چیزا رو بررسی کردم. قیمت رو که دیدید بچه، قیمت تقریبا $1.5 قیمت چیز برگر کینگ بیشتر از مکدونالد بود که توی فست فود خیلی زیاده. شاید توی رستوران که شما بری داینینگ کنی این مبلغ زیادی نباشه ولی توی فست فود خیلی زیاده. این برگر کینگ هوپره، این هم کارت پاندر مکدونالد. میبینید توی جعبه ترتمیز خوشگل چیده مکدونالد رو، ولی برگر کینگ رو یه پلاستیک چیده. از لحاظ حجمی من بیارم بهتون نشون بدم، لحاظ حجمی تقریبا کارتر پاندر چیز ببخشید مال برگر کینگ یه برابر و نیمه
مکدونالد. راحت بهتون بگم، راحت بهتون بگم، یه برابر و نیم مکدونالد. گوجه کامل، پیاز حلقه کامل، کاهوهای ریز شده، ولی این طرف سس کچاپ رو داریم، دو تا خیارچور ریز و پیاز نامنظم، گوشت برگر یه مقدار، حالا اون گوشت برگر باید بخوریم. شروع میکنیم با نام و یاد خدا و مکدونالد تست میکنیم. بچه من سس عاشق سس کچاپم، ولی الان به خاطر اینکه میخوام دوباره بهم تست کنم نمیخورم، فعلا نمیذارمش، اضافه نمیکنم. یه تیکه از گوشتشو اول امتحان میکنیم. گوشت مکدونالد یه گوشت نسبتا خوشمزه، یه ذره خشک، یه ذره خشک میتونه کمتر خوشتر باشه و کمی طعم گاو که من دوست دارم. برگر کینگ نمکش کمه، گوشتش میتونست نمکش اندازه گوشت مکدونالد باشه، برای اون حالت کبابی طور رو اصلا مزده کبکوبیده میده یه ذره، و اون گوشت واقعی بودن رو میتونین توی برگر کینگ یه مقداری بیشتر احساس بکنید. حالا تست کلی، یه مزده بالانس بین پیاز و گوشت و همه چی داریم. واقعا ساندویچ برگر خوشمزه، یه نمیتونیم اصلا بگیم نیست، ولی این نیست که بگیم بهترین برگر کره زمین، البته اینم نخواهد بود. حالا اینو با هم تست میکنیم. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره، الان میگم چرا. بچه ها خیلی فرق داره، یعنی واقعا 40-50% با هم ساندویچ فرق میکنه. حالا چرا؟ نون برگر کینگ بیشتر خیس شده، بیشتر تو سس فرو رفته انگار، یا نمیدونم چره بهش دادن، یه حالتی اون مرینه تو بیشتر به خودش جذب کرده و گوجهی که گذاشته خیلی کارو عوض کرده، خیلی کارو خوب کرده. چرا؟ شاید خیلیاتون گوجه اصلا توی برگرتون دوست نداشته باشین، ولی دلیل علمیشو بذارم بهتون بگم که چرا بهتر میکنه ساندویچو. گوجه طعم اومامی داره، اومامی از پنج مزه اصلیه که وقتی به گوشت با هم سرو میشن و با هم خورده میشن در یک لحظه، طعم اومامی گوشتو بیشتر میکنه و واقعا لذت بخشه. یعنی واقعا این ساندویچ یه ساندویچ کامله، شبیه فست فود نیست دیگه. حالا فهمیدم که چرا اونقدر گوشت برگرش هم شور نیست، چون به وسط های ساندویچ که میرسی اوتوماتیک شورتر میشه. یه گازریه. خب دوباره برمیگردیم رو مکدونالد. قابل قیاس نیستن. حتی خیارشوری که تو مکدونالد سرو شده، ساندویچ مکدونالد، خیلی شیرین تر از مال برگر کینگه. خیلی فرق میکنه. اصلا یهو مزه داستانو عوض میکنه. بچه اگه مثلا مکدونالد 6 از 10 رو بگیره اینجا توی برگرها، برگر کینگ مثلا 8.5 از 10 میگیره. اگر مکدونالد قرار باشه 6 بگیره، چون واقعا چند سر و گردن ساندویچ برگر کینگ بهتر از مکدونالده. حالا ما چیکار میکنیم؟ نونشو نمیخوریم. دیگه همین دیگه بچه‌ها، مقایسه‌مون انجام دادیم. خیلی تاثیرگذار بود. میخوام کمی برگرش رو بخورم به خاطر اینکه قرار برم باشگاه و کربوهیدراتش رو نخورم و از اون طرف برگر کینگ رو بخورم. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کنید. خدا رو باز دست شما میسپارم. اگر میخواین چند تا فست فود یا رستوران دیگر با هم مقایسه کنم، حتما این پایین بنویسید. تا رستوران ایرانی هم میتونم برم کار بکنم. حتما بنویسید که این کارو با هم انجام بدیم. مراقب خودتون باشید. خدا رو به شما میسپارم.